مبارزه رابی لاور با نیک دیاز، اما متفاوت. امروز گزارشمون گزارش کاملا متفاوتیه، از جو خود استادیوم میخوام براتون گزارش کنم، نه خود آکتگان، یعنی جوی که تماشاگر رو دارم میبینم. بهتره یک بارم ویدیومون اینجوری باشه، در تی موبایل آرنا، یکی از بهترین جایی که مبارزات یو اف سی برگزار میشه، ببینیم چه جوی داره، چه جوری فایترها میان، کجا نشون میده، اینا که این همه دور میشینن چه جوری میبینن. بریم ببینیم چه جوریه. لاور داره وارد میشه، ببینید این بالا یه مانیتورای خیلی گنده گذاشتن، چهار طرف هیولا گنده، ولی وقتی که فایتر میخواد بیاد همه دوربینا بالاست، برای اینکه فایتری که از اون راه رو داره رد میشه فیلم بگیرن. خیلی باحاله اینجوری که داریم میبینیم. ببینید دوربینی که یو اف سی رو شما تماشا میکنین، اون دوربینی که داره فیلم میگیره داره میره و فایتری که داره باهاش میاد. دیدی چه چراغ گنده، چه نوری، و اون فیلمی که اون بالا داریم میبینیم و مردم همه جای دنیا دارن لایف میبینن. خیلی جالبه. نزدیک آکتگان که همیشه براتون گزارش میکنیم، لباسو در میارن و کاتمن و میان روغن بهشون میزنن و داور چکشون میکنه و همه اینا، در اون زاویه از آکتگان هست و اگه نتونی ببینی بالا رو نگاه میکنی. اگه شما دور دور هم نشسته باشی بالا رو میبینی و همه چی رو میتونی متوجه شی که چه اتفاقاتی داره میفته، همون صحنه‌ای که افراد مختلف تو همه جای دنیا دارن مشاهده میکنن و اون بالا میتونی تو مانیتور گنده گنده ببینی. چون دور آکتگان که خب قاضیا میشینن، یه پله عقب‌ترش افراد خیلی سرشناس میشینن و یا بلیط‌های خیلی سنگین گرون قیمت، بلیط داره تا حتی 20,000 دلار هم داره، 100,000 دلار هم من شنیدم توی سری از مبارزات خیلی خاص جاهای خیلی خاص رو فروختن، اون طعم داره دیگه، به هر حال 1,000 دلار هم داره، ولی خب بالا رو باید ببینی. اینجا رابی لاور وارد آکتگان میشه، آماده هست، بدن آماده ای داره و میخواد مبارزه بکنه با چه شخصی. این بالا رو شما من مشاهده میکنید، خب تصاویری که دقیقا تو تمام فایت ها داریم میبینیم اینجوریه، چقدر قشنگ دوربینا رو سویچ میکنن، چقدر جالب. اینجا بروس بافر داره خب فایترها رو معرفی میکنه و اون فضایی که همیشه در مبارزات هست، دوربینا، سینک، همه چی مرتب منظمه، ایونت ها دقیق برگزار میشه، خب خیلی سابقه دارن تو این کار و ما داریم ته فایت دنیا رو میبینیم، انتهای فایت دنیا، برندیه به نام UFC خصوصا در میکس مارشال آرتس. ببینید حریف بعدی که میخواد بیاد، چراغا همه تاریک میشه، نورای موبایل روشنه، نیک دیاز میخواد وارد شه، سوپر استار برای خودش، فایتر بی‌نظیریه، برادر نیک دیاز، نیک دیاز داداشش نیک دیاز، خیلی هم شبیه همن، برزیلیان جوجیتسو کارای بی نظیر، بوکسرای بی نظیر و فیزیک عجیب غریبی که دارن، لاغر لاغرن، نفساشون عالیه و اصلا به قیافشون نمیخوره مدل فایتی که میکنن، هر چقدر ضربه میخورن ناکات معمولا نمیشه. همین چهرهی که مشاهده میکنی، نیک دیاز، چقدر قشنگ این مانیتورا نشون میدن، صحنه ها رو ببینید، پروژکتورها رو ببینید، نورایی که دارن میندازن رو ببینید. خدایش ما یه ایونت نمیتونیم درست برگزار کنیم. این همه ایونت برگزار میکنن، این همه مبارزه پشت سر هم، عالی. واقعا خب از هر کشوری هر چیز خوبش رو باید برداشت. ان شاءالله یه روزی تو کشور ما هم مسابقات انقدر قشنگ و زیبا برگزار بشه، همه چی رو برنامه باشه، نه اینکه واقعا تو جایزه دادن هم ما یه بار نتونستیم درست جایزه بدیم. هر کی واسه خودش میاد بالا، هر کی واسه خودش میره پایین، جایزه هم معلوم نیست کجاست، اصلا یه بساطی. حالا از این خارج بشیم، جب به خود تی موبایل آرنا رو ببینید و نیک دیازی که داره آماده میشه پیرنشو در بیاره. بله، دوربین داریم مشاهده میکنید، فیلمی که داره میگه، دوربینا رو ببینید بالا سرش چند تا دوربینه، کامرامنا رو نگاه کنید، از زاویه‌های مختلف دوربینای بزرگ هیولا، برندهای مختلف، رد، سونی، کانون، تمام برندها دوربینای مختلف ولی همه با هم سینکن. خیلی جالبه که نور، صدا، تصویر، هماهنگی، کارگردانی کار، اون
تصویرایی که از بالا گرفته میشه همه به هم مربوطه، چه تو چه زاویه‌ای بگیرن، کجا رو بگیرن، خیلی عالی و سینک هستش. و اینجا مشاهده میکنید که نیک دیاز داره آماده میشه، کاتمن رو دارن روش کار میکنن، یه نمه هم توپول شده، یعنی لب در آورده، اونجوری هیکلش مثل قبل آمادگی همیشه رو اینطور که میبینیم نداره، اصولا ترکهی بود و لاغر و چه میکن، چه ذره چربی داره بدنش. وارد آکتگان میشه، طرفدارای زیادی داره، در مقابل لاور قرار گرفته. خود مبارزه رو این مدلی میخوایم براتون گزارش کنیم. این دفعه جو و نگاه کنید، جو بسیار بسیار جالبی داره، جمعیت زیاد، همین دوره کرونا هم برگزار شده، همه هم واکسینه شدن، همه با دو دوز واکسینه شدن بعد بیان توی حتی ورزشگاه برای دیدن. و میبینید دیگه با اینکه سربسته هم هست بدون ماسک، و امیدوارم یه روزی هم ما به این داستان ها نزدیک بشیم. خب اینجا دوتا فایتر اطلاعات شخصیشون که برای فایت هست رو کامپر میکنن و روبرو هم میذارن و مقایسه میکنن، این همون چیزی که شما تو تلویزیون میبینید اون بالا دارن میبینن، و در این حال اگه دلشون نخواد اون چیزی که شما میبینید ببینن، خود ورزشگاه رو نگاه میکنن. یه جو باحالیه که همه نشستن برای فایت. اصولا این جو ما تو ایران تو فوتبال تجربه میکنیم، همه نشستیم برای فوتبال، گل همه میپنن، ولی برای فایت تو هر مشتی اتفاق میفته، مثل یه دیری میمونه تو فوتبال. و بروس بافری که اینجا داره معرفی میکنه. نه، راند اول با اون مدل خودش فایترها رو معرفی میکنه. اینجا رابی لاور رو معرفی کرده، استرایکر خوبیه، کشتی خوبی میگیره، در مقابل شخصی قرار گرفته که خب جوجیتسوش واقعا یه لول دیگه ایه، بوکسش هم یه لول دیگه ایه. نیک دیاز گوگو پلاتا، اوم پلاتا رو بی نظیر اجرا میکنه توی برزیلیان جوجیتسو، و تو ژاپن چه قوقایی میکرد چندین سال پیش این دیاز، و میتونیم بگیم یه جورایی خودش استاد داداشش هم بوده تو خیلی از تمرین ها که با هم تمرین میکردن، نیک دیاز رو ساخته. اینجا سنش بالا رفته، بدنش هم این همه چرب شده، معرفیش هم داره میکنه اینجا بروس بافر، اون دادای همیشگیش، و آماده بشیم که مبارزه رو این مدلی براتون گزارش بکنیم در بیرون آکتگان. مبارزه بین رابی لاور و نیک دیاز رو میخوایم براتون گزارش بکنیم. داور هر دوتا فایتر رو میناودن، مبارزه آغاز میشه. همون اول یه بکیک اومد بزنه نیک دیاز که رابی لاور گرفتش، یه موتای کلینچش کرد و دوتا ضربه بهش زد، خیلی طوفانی شروع کرد رابی لاور، باری کلا بادی پانچ، هوک چپ هوک راست، باز بادی پانچ دیگه، چقدر طوفانی داره کار میکنه رابی لاور. یه های کیک اسیر کرد نیک دیاز، همون اول دوتا ضربه دیگه نیک دیاز رو اسیر کرده. ببینید ضربات مختلف نیک دیاز، اینجا دوتا ضربه بهش میزنه، لوکی کامبینیشن مختلفی رو داره اجرا میکنه رابی لاور، نیک دیاز رو اسیر کرده. باز یه پانچ دیگه، نیک دیاز ضربات ریز میزنن ولی تعداد زیاد، نفساشون هم خوبه تا الان که خیلی داره شرول خودشو نشون میده، اون نیک دیاز همیشگی نیست، البته نیک دیاز داداشش نیته، نیک دیاز همیشگی رو ما اینجا نمیبینیم. مید سکشن کیک خیلی نافرم زد، چرا اینجوریه؟ اصولا خیلی سرحال میاد توی فایت، اصلا خیلی سرعت پایین رو داره نشون میده، سویچ میکنه پارم لاوری که آماده ای آماده است، با رقص پاش داره نزدیک میشه به نیک دیاز. نیک دیاز باید مواظب بود، اونم دستش نیش داره و خطرناکه، با یه فرانت کیک دور میکنه لاور رو، خواهد پانچ بزنه که موفق نمیشه. خیلی سرعت پایینی داره اینجا دیاز، عجیب غریب سرعتش پایینه. لاور باز داره نزدیک میشه بهش، داورم که جلوی ما رو گرفته، یه مید سیکشن کیک از دیاز، اونجوری طوفانی که شروع کرد داور دیگه الان این کار رو اجرا نمی کنه، مثل که فهمیده که نفس شاید نداشته باشه دیاز، اجازه میده چند تا ضربه بزنه گوشه آکتگان تا میخواد ضربهشو بزنه،
نیک دیاز یه بادی پانچ بهش میزنه، یه لوکیک از لوور، خیلی شل داره کار میکنه دیاز و چند تا کامبینیشن پیاپی خورد اینجا از لوور. یه لوکیک دیگه، بازی پانچ، موتا کلینچ میخواد بکنه، گردن حریف رو میخواست بگیره بیاره پایین که موفق نشد. یه ضربه نصف و نیمه باز دیاز میزنه، خیلی سرعتش پایینه دوستان، سرعت دیاز اصلا میبینید که چی کار میخواد بکنه، ضربه که میخواد بزنه و قبل از اون لوور دفاع میکنه و دور میشه. یه بادی پانچ دیگه از لوور، باز دارن نزدیک هم دیگه میشن، لوور جلوتر داره کار میکنه، یه های کیک میخواد بزنه که موفق نمیشه، یه آپرکات دیگه در میانه آکتگان، لوور لوکیک دیگه یه میزنه و دیازی که میخواد بوکس بکنه با لوور ولی خیلی آروم داره این کار انجام میده، یه نی میزنه به شکم رابی لوور. رابی لوور خیلی اصولا کامبینیشن های بی نظیری میزنه و انفجاری کار میکنه در فایتاش. من عجیبه که این همه از نیک دیاز تعریف کردم من نفسش، ولی الان چهرهشو که دارم میبینم احساس میکنم چهار تا مشتی هم که داره میزنه نفسش همچین احساس میکنم جالب نیست مثل همیشهش. سرعت پانچاشو ببینید چجوریه، چپ راستایی که میزنه، بادی پانچی که میزنه، خیلی آرومه، خیلی مشخص معلومه کجا رو میخواد بزنه، یه جاب پانچ، یه رایت پانچ و لاوری که همه رو داره، لاور دفاع میکنه و شروع کرد به چند تا ضربه زدن. لاور دفاع داره میکنه، حالا اینجا نیک دیاز چند تا ضربه رو داره میزنه، خیلی شل، خیلی شل، خیلی شل، یک دقیقه 15 ثانیه تا پایین راند اول. یه بادی پانچ، لاورم بادی پانچ میزنه، چند تا ضربه دیگه از نیک دیاز، نیک دیازی که خیلی با سرعت پایین کامبینیشن پانچ میزنه و مید سکشن کیک و لاوری که گرفته ده دست نیک دیازو و خوب داره بوکس میکنه باش، ضربات خوبی رو داره میزنه، مسلطه رابی لوه. رابی لوه یه بادی پانچ دیگه، باز یه لفوک، اسیر کرده دیاز رو، اسیر کرده دیاز رو، دیاز اونجوری آماده نیست مثل همیشه. برادران دیاز واقعا دوستان اسمشون یه تریلی هم نمیبره ها، بی نظیرن، ولی شما باید بدونین هر فایتری اگر آماده نباشه، تو دوران اوج خودش نباشه یا تمرین نکنه، این حالت براش به وجود میاد. حالا هر کی میخواد باشه، اون گوشه آکتگان چسبیده و فقط داره دفاع میکنه و تو برگشته داره یه ضربه میزنه که اونم لاور خوب داره دفاع میکنه. اینجایی که دیده ما بسته میشه، اصولا کاش دوربینو میآورد از بالا فیلم میگرفت که ما هم میتونستیم ببینیم. دیگه ثانیه هایی نمونده تا پایان راند اول و راند اول به اتمام میرسه، تیما رو ببینیم میریزن تو، همه پشت در بودن، ببینیم به ثانیه میریزن داخل، مربیا، کاتمنا و نکاتی که میخوان مربیا بگن و فیلمبردارا و تیم فیلمبرداری که اصولا ما اینا رو نمیبینیم تو اون دوربین بالا، چون از فایترا دارن فیلم میگیرن و مربیاشون. خیلی جالب این صحنه رو از این برم ببینیم. راند اول به پایان رسید، از بالا اون صحنه که تلویزیون همیشه نشون میده ما میبینیم و اینجا داریم مشاهده میکنیم، آماده میشیم برای گزارش راند دوم و صحنه های آهسته. بادی پانچ دیاز رو میبینیم که دفاع شده بود، این جای لف پانچ عالی میزنه به صورت دیاز، اینجا هم دیاز یه لف پانچ دیگه میزنه که میره عقب. لوور باز دوباره دفاع، ببین دفاع دفاع دفاع، هر ضربه ای نیک دیاز میزنه لوور دفاع میکنه، این ضربهش هم که اصلا کاری نبود، چه کاری میخواد بکنه، چه سیاستی ریخته برای این بازی دیاز، جلوتر با هم میبینیم. راند دو آغاز میشه، دو تا فایتر روبرو هم دیگه قرار گرفتن، همون اول یه پوشکیک میزنه، یه های کیک از دیاز، یه بادی پانچ و بعدش هم یه لف پانچ خوب زد به صورت لاور. لاور باز همون سیاست رو در پیش گرفته، نزدیک میکنه به گوشه کیج دیاز رو، دیاز جوجیتسو خیلی خوبی داره، نمیدونم چرا نمیارتش در خواهد، چقدر آرنج محکم و نیه محکمی زد به صورت دیاز. دیاز دیدین چجوری نیزد، اصلا من باورم نمیشه این دیاز همون دیاز باشه،
نشون میده آپرکاتو میخواد بزنه، میت سیکشن کیکو میخوره، باز دوباره رفت همون گوشه، داره یه جورایی فرار میکنه دیاز، پشتش کرده به حریف داره فرار میکنه، یه بادی پانچ باز فرار، اصلا آماده نیست دیاز، این بدن اصلا آماده نیست، شکمش هم گنده تر شده، بدن چرب شده، دوتا ضربه نصف و نیمه میزنه و فرار میکنه. میبینید؟ و لاوری که نزدیک میشه به دیاز متوجه شده دیاز یکم خسته است، داره مدیریت میکنه، ببینیم چه کاری رو انجام میده. عرض میکردم شما هر قهرمانی باشی، هر چقدر خوب باشی، بهترین فایتر باشی، تمرین نکنی، بدن تو آماده نگه نداری، نمیتونی موفق بشی. زندگی نامه تایسون هم براتون گذاشتم که اتفاق برای تایسون هم آخر افتاده بود و تقاضا میکنم حتما اون مستندش رو هم ببینید که فایتاش هم بس داره فرار میکنه دیاز، نگاه کنید به پشتش حرکت میکرد، خیلی نرم ضرباتی که میزنم نمیخوره، یا آپرکات یا آپرکات دیگه، و لاوری که رو به جلو یه آرنج میزنه، خوب داره کار میکنه لاور، ببینید منتظر موقعیت دیاز، هی دستاشو نشون میده، ضربات کاری نمیزنه، ضرباتش اصلا کاری نیست، مثل همیشهش نیست، نزدیک حریف میشه و نمیخوره. میبینید خیلی ضربات آرومی رو داره میزنه دیاز، اینجا یه بادی پانچ خوب زد و لوئری که اینجا دوتا ضربه خوبی رو میزنه به دیاز، دیاز یه لفوک دیگه، یه نیه خوب، یه مید سیکشن کیک از لوئر، لوئر گوشه اکتگان آپرکاتای خوبی رو داره میزنه به دیاز و اومد که نی رو بزنه، دیاز خارج شد، دیازی که به همون شکل داره باز فرار میکنه و لفت هوک رایت هوک میزنه، یه بادی پانچ دیگه، هیچ کاری نمیتونه بکنه دیاز، باورم نمیشه این دیاز همون دیازی باشه که هر وقت میمد تو رینگ با سرعت بوکس میکرد حریف رو میاورد در خاک، بد جور میپیچید به حریف در خاک، این مار بوا میپیچه به حریف تو خاک، انقدر جوجیتسوش خوبه. اینجا فقط داره خیلی بوکس نرمی رو میزنه و فرار میکنه، میاد گوشه اکتگان یه بادی پانچ میزنه، یعنی مشخصه چه کاری داره میکنه، لاورم همه رو داره دفاع میکنه، انقدر سرعتش پایین دیاز، نفسش هم تموم شده، از نوع راه رفتن نفس رو میشه فهمید، میبینید سویچ میکنه و باز فرار، باورم نمیشه این همون دیازی که هیچ وقت تسلیم نمیشد، آپرکات و باز فرار، دقیقاً صحنه که تماشاگرها دارن مشاهده میکنن همون چیزی الان شما دارین میبینید، مدلی که در ورزشگاه باشین، حالا برامون بنویسید که مدلی که در ورزشگاه باحال تر بیشتر حال میده یا مدلی که تو تلویزیون میبینید و صحنه که خود اکتگان رو نشون میده، جو ورزشگاه رو در نظر بگیرید. خب باز موتای کلینچ یه نی میزنه در میانه رینگ، یه پوشکیک، یه ضربه به صورت لاور میزنه ولی خیلی نصف و نیمه، یه دونه مید سیکشن کیک میخواد بزنه خیلی آروم، لاور گرفته حالت موتای کلینچ، دو تا ضربه هم به صورت دیاز میزنه، لفت پانچش نمیخوره، آوردتش گوشه گیری، اینجا یه آپرکات، 40 ثانیه تا پایان راند دوم فرصت داریم، ببینیم چه اتفاقی میفته، آیا در راند دو تموم میشه یا نه، یه بادی پانچ دیگه، اینجا شروع کرده به چند تا ضربه زدن به دیاز، رابی لاور ولش نمیکنه، ببینید هی ضربه های پیاپی، خودش هم میخواد خسته نکنه، با ریتم داره ضربه میزنه و دیازی که اگر مثل همیشهش باشه و خودشو حالت گس نشون بده، حالتی که ضربه خورده و حالتی که نفسش رفته ولی یهو انفجاری شروع کنه، اونم میتونه خطرناک باشه، اما بدنش اون بدن نیست، این چیزی که ما داریم میبینیم، ضربه داره میخوره و ضربه نمیتونه بزنه، این ضربه کاری داره میخوره، اینجا ضربه کاری داره میخوره، دوباره یه ضربه دیگه، رابی لور با دست پایین داره بهش نزدیک میشه، خیلی نگاه کنید با اعتماد به نفس زیاد و راند دو به اتمام میرسه، عجب عجب چطور میشه یه فایتر به این بزرگی اتفاق براش بیفته، ببینید بادی پانچ، یه بادی پانچ دیگه اینور محکم میزنه به دیاز، ببینیم دیاز کاری کرده یا نه، مید سیکشن کیک عالی، یه لیور کیک عالی به شکم دیاز، صورت دیاز رو نگاه کنید، صورتش داره حرف میزنه با هم، دیاز اون دیاز نیست، اینجا پانچ خوبی زد،
جا پانچ خوبی زد به حریف. بعضی وقتا هم اینا چک میزنن این برادر رو وسط مبارزه. آمادیم که راند 3 رو براتون گزارش کنیم. چهره باد کرده دیاز رو دیدیم. خب کاتمن ها و مربی ها خارج دارن میشن از آکتگان و آماده ایم که راند 3 رو براتون گزارش بکنیم. نیک دیاز در مقابل رابی لاور در تی موبایل آرنا. از دید تماشاگرها مبارزه رو داریم براتون گزارش میکنیم. راند 3 آغاز میشه. همدیگر رو دارن میسنجن. چند تا کامبینیشن خوب میزنه دیاز. بادی پانچ و بعد آپرکات. و لاوری که همون سیاست رو در پیش میگیره، نزدیک میکنتش به گوشه آکتگان و ضربات پیاپی که داره این بار میزنه به دیاز که چپ راست خوبی زد. یه دونه رایت هوک عالی، جب باز دوباره چند تا ضربه از دیاز. بادی پانچ خوب است لاور و چند تا کامبینیشن خوب. یه ضربه محکم رو میزنه اینجا به صورت دیاز و دیاز میاد در خاک. رابل میگه که پاشو، چون اینا در خاک خیلی قویه. میگه پاشو گیواب کرد، گفت من نمیتونم ادامه بدم. دیاز تموم کرد مبارزه رو، گفت نمیتونم ادامه بدم. رابل لاوری که میره پیشش و دلجوییش میکنه. اصلا آماده نبود دیاز. واقعا خدا رو شکر که دوستان اینجوری دیدین مبارزه رو، بلیت نخریده بودین مجانی. فکر کن بلیت میخریدی همچین فایتی رو میدیدی، اصلا نمیارزید. حالا درسته آدم بزرگی بود نیک دیاز، ولی اصلا خوب کار نکرد در این مبارزه. و چه ضربه خود رابی لاور فکر نمیکرد تموم کرده باشه. بکرد تو خاک خوابیده که لاور بره روش، چون تو خاک خطرناکه. هی میگفت پاشو که دیگه اونم ایواب کرد، گفت نمیتونم ادامه بدم. ببین اینجا چه اتفاقی افتاد، صحنه رو با هم مشاهده میکنید. اینجا ضربه محکم زد و ادامش این آپرکات انداخته زمین. اینجا گفت پاشو لاور، ببین میگفت پاشو، چون میدونن اینا رو زمین بیافتن عقص این کارو میکنن، حریف بیاد روشون که فنون جوجیتسوی عالیشون رو اجرا بکنن. پخ این آپرکات کارو تموم کرد. گفت پاشو و بعدش هم دیگه اون گفت من اصلا نمیتونم ادامه بدم. خیلی زایه است واقعا در این سطح فایتر بگه من نمیتونم ادامه بدم. نشستن رو نگوید آشمشتی هم نشسته دیاز. لا تن واسه خودشون، هم فایترهای خوبی هم هستن، دلجویی هم دارن میکنن از هم دیگه. دیگه دل و قلوه رو دارن میدن و میگیرن دیگه. بعد از مبارزه همه چی تموم میشه، به حالت عادی برمیگرده، زندگی عادی. اینا نه با هم دعوا دارن نه خصومتی، کارشون اینه دوستان، شغلشون اینه، از این راه پول در میارن، علاقه هم دارن، فایترن، زورشون زیاده، تکنیکشون خوبه، سرعتشون بالاست، تو این رشته زحمت کشیدن، عرق ریختن و دوست دارن این رشته رو، و علاقه شخصی خودشون اومدن. هیچ کدومشون هم زور نکردن که بیان اینجا کتک بخورن یا کتک بزنن، و کاملا حرفه‌ایه و یه ورزش میکس تمام رشته‌های رزمیه. و همین خوشوبش کردن و همین رفتارهای خوبی که با هم میکنن که میمونه. خیلی از دوستان چون می‌نویسن این وحشی بازی چیه، در اصل اینه ورزشه. و دست رابی لاور به عنوان پیروز بالا میره. این هم مبارزه بین این دو فایتر که با پیروزی رابی لاور به اتمام رسید. دانیل کورمیه رو میبینیم که میاد صحبت میکنه با رابی لاور. و دوستان اینو بدونید که اصولا وقتی که بیلیت تهیه میکنن برای دیدن این مبارزه، چند تا مبارزه پشت سر همه. من میدونم که بیشترا میدونید اینا رو، من میدونم بیشتراتون این داستان رو میدونید، ولی خیلی هم ممکنه ندونن. چندین وزن داره، وزنهای مختلف با هم مبارزه میکنن تا برسه به مبارزه اصلی یا مین ایونت. حالا مبارزه اصلی ممکنه سبک وزن باشه یا سنگین وزن، میذارن آخر که شما همه رو ببینی. آخرین مبارزه، مبارزه اصلی رو میذارن. و این جویه که داریم مشاهده میکنیم، صحنه های آهسته همین مبارزه رو داره این بالا هم باز دوباره پخش میکنه. ببینی چقدر قشنگ رایت پوینت زد اینجا و چقدر قشنگ لفت آپرکات زد به صورت نیک دیاز و تمومش کرد. واقعیت هیچ حرفی برای گفتن نیک دیاز در این مبارزه نداشت و رابی لاور بسیار بسیار خوب کار کرده بود. در این حال یه برادرم داره دیاز به نام
نیت دیاز که کانر مکگریگر رو هم شکست داده. میتونیم بگیم نیت دیاز و نیک دیاز این دوتا برادر سبک فایتشون این همه، جفتشون جوجیتسو کارهای خیلی خوبن، بوکسورهای خیلی خوبی هم هستن و نفس خیلی خوبی دارن، اما اینجا نمایشی که نیک دیاز نشون داد از خودش واقعا میتونیم بگیم افتضاح. اگه با من موافقین بنویسین، اگه مخالفم هستین بنویسین نظرتون رو بگین. نظرهای شما خیلی برای ما مهمه دوستان و ما استفاده میکنیم از نظرهای شما. خیلی وقتا یه چیزایی که شما میگین بسیار بسیار به ما کمک میکنه و یه وقتایی هم خب پیش میاد که دوستانی مورد رو میگن که کاملا اشتباهه، یا ما تصحیح میکنیم یا خود دوستان میام تصحیح میکنن در کامنت ها. به هر حال این تعامل در پایین کامنت ها خیلی برای ما مهمه. یک سری از موارد رو هم ما وارد کردیم توی یوتیوبمون که صحبت های بی ادبی و صحبت هایی که به هر حال مشکل داره و تربیت هر آدمی رو به هر حال نشون میده اما بی ادبیه و نباید اونجا باشه، رو ما اونجا همه رو اینا رو ثبت کردیم. برای همین خیلی از فوشا رو اصولا کسی هم بخواد بده نمیتونه در پیج ما بده، به خاطر اینکه خودش خودکار بلاک میشه. در صورت ما همچین چیزی نداشتیم تو پیجمون. انقدر خوشحالیم از این موضوع که شما رو داریم و بسیار افراد با فرهنگ و با عشقی هستیم، خیلی هم دوستتون داریم. امروز هم اینو به صورت ویژه براتون گذاشتیم که گفتیم خیلی ها که یه حالتی بذارید که انگار تو خود جو استادیوم هستش یا از اون فضای بیرونش که چجوری اینا وارد میشن، گفتیم همزمان پس یه گزارش رو هم بکنیم که اگر این بازی انقدر افتضاح بود دیاز که انقدرم طرفدار داره ما هم دوستش داریم، حداقل با اون جبران شده باشه. دماغ رو نگاه کنید ترکیده و واقعا افتضاح مبارزه کرد. امیدوارم که بتونه تمرین کنه و برگرده. به هر حال دیاز هم سنش بالا رفته، این مورد هم هست. دوستان مرسی از این که ما رو دنبال کردین، لطفاً ما رو سابسکرایب کنین. سابسکرایب برامون خیلی مهمه، دکمه زنگوله رو بزنید تا من هر برنامه گذاشتم بتونید زودتر از همه ببینید. اینجا ویدیوهای دیگه هم بهتون پیشنهاد شده، از اونا استفاده کنید. مرسی از این که ما رو دنبال کردین. یه تاب بدیم سیبیلو. خدا حافظ.